در لحظه ارسال گزارش و زمان پخش آن از تلویزیون، دیدار و گفتگوی بین آقایان مکرون و محمود عباس برقرار است. اهمیت دیدار در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. در خبرهای دیگر، اگر تحریم‌ها درباره ایران کم نبود، اینک آقای ترامپ از اوپک خواسته قیمت نفت را هم کاهش بدهند. اگر واکنش مستقیمی در این باره دیده نشده، یک سایت چینی که اعتماد آن به خواننده‌اش مربوط می شود نقل قول کرده که تهران مخالف و مانع این امر خواهد شد. امروز همچنین اعلام شد کارخانجات فولکسواگن در تحریم شرکت و بجز خدمات انسانی در سایر امور ایران را ترک خواهند کرد. در سالزبورگ در اتریش نشست اتحادیه اروپا و مذاکرات جدی دنبال می شود. برای درک حقیقت در سوریه، این عکس خبرگزاری رویترز همه چیز را می گوید. شهر عتمیه و اطرافش با 70,000 جنگجوی مخالف بشار اسد و ساکنین 1,000,000 نفر، حال که بشار اسد با کمک روسیه قصد حمله نظامی دارد، حمام خونی راه خواهد افتاد و جامعه جهانی در تلاش و یافتن راه حل. در تازه ترین مصاحبه با خانم فلورانس پارلی، وزیر ارتش فرانسه یا همان وزارت دفاع، وی میگوید افزایش بودجه نظامی در سال 2019 فقط برای تجهیزات نظامی نیست، بلکه رفاه و زندگی روزمره سربازان را بهتر خواهد ساخت. آقای پوتین تازه ترین مدل اسلحه کلاشینکوف را شخصا آزمایش کرد. روز گذشته فرمانده نیروی هوایی اسرائیل ژنرال امی کامنورکین با یک هیئت به مسکو رفت تا این اتهام را که جنگنده‌های اسرائیلی در پشت هواپیمای ساقط شده روسی پنهان شده بودند را ثابت کند. به گفته مقامات اسرائیل، ابتدا از همه خود هواپیمای روسی می توانست از این امر مطلع شود و در نتیجه خطا به ارتش سوریه برمی گردد. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی از سازمان ملل خواسته به امر سلاح اتمی اسرائیل رسیدگی شود. به گفته آقای غلامعلی خوشرو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اگر آقای نتانیاهو گفته ما دشمنانمان را نابود می‌سازیم، منظور حکومت تهران است. در پی دیدار دو رهبر کره شمالی و جنوبی، هر روز خبر تازه‌ای از پیوند صلح‌خواهی دو کره به گوش می‌رسد، از جمله احتمال دیدار مجدد بین آقایان ترامپ و کیم جونگ اون. خانم ایدالگو، شهردار پاریس، مدیر اداری برج ایفل، خانم انیانیک را از کار برکنار کرد و زیباترین برج جهان همچنان پربازدید کننده ترین بنای فرانسه توسط جهانگردان است. امروز صبح در ساعت 6:30 صبح در ایستگاه ترن شمالی پاریس، خانم حامله‌ای فرزندش را در کنار یک قطار به دنیا آورد و سپس ساعت 11 صبح بعد از وضع حمل او را به بیمارستان لریبوازیه در 700 متری ایستگاه ترن بردند. حادثه دیگر دو روز پیش، وقتی یک نوجوان به راننده اتوبوس شهری دشنام داد، راننده از پشت فرمان به خیابان آمد و یک سیلی به مرام ادب بر گونه این دانش آموز زد. از آنجا که اعتراض و شکایت برای اخراج او مطرح شده، تا این لحظه 300,000 امضا میگوید کار راننده کار درستی بوده است. فرانک رومانو، آموزگار فرانسوی که در تظاهرات اعتراضی نسبت به خانه‌سازی در اراضی فلسطینی شرکت کرده بود، از اسرائیل اخراج شد. هفته قبل 3 نفر از جمله یک نوجوان 12 ساله کشته شدند و بالاخره رسانه‌ها به این موضوع پرداختند که تا به امروز هنوز هم حتی روشنفکران اهمیت کمپ دیوید را درک نکردند. ما برای پرسیدن
نام گلی ناشنال چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.